غریبی بی کسی، منزل به منزل، خبر دارد ز حالم چوب محمل. 40 روز است در سوز و گدازم، فقط خاکستری جا مانده از دل. چه بارانی دو چشم آسمان است، چه طوفانی دل این کاروان است. کنار قبر سالار شهیدان همه جمعند و زینب روضه‌خوان است. شبیه آتش است این اشک خاموش که میبارد ز چشمان عزاپوش. رباب است این که با لالایی خود کنار خیمه ها رفته است از هوش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام. سلام به همه شما خوبان و همراهان برنامه مصباح الهدا، محصول کاری که به طور زنده و مستقیم و محصول شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه های شما عزیزان میگردد. خوشحالیم اگر با برنامه خود همراهی کنید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوالات خود را با این شماره با ما در میان بگذارید. شماره مثبت 964-780-255-40-13. ضمناً در همین ابتدای برنامه این نکته را خدمت شما عرض کنم که در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان، شما بینندگان محترم می توانید هر نوع عکس، خاطره، فیلم و کلیپی را که از سالهای گذشته دارید برای ما روان کنید به همین شماره و از طریق نرم افزار تلگرام، تا انشالله با نام و نشان خود شما و اگر خواستید بدون نام حتما در برنامه پخش کنیم و خود شما هم مشاهده بفرمایید. طبق وعده شنبه شبها استفاده میکنیم از کارشناس محترم برنامه، جناب استاد سید حسین همایون مصباح. خواهش میکنم با ما همراه باشید با موضوع بسیار مهم توسعه از منظر فقهی و حقوقی. عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و تشکر از اینکه قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم. تا اینکه گفتگو میکنیم راجع به بحث مهم این برنامه، خواهش میکنم با بینندگان آغاز سخن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنده هم خدمت شما و مجموعه عواملی که این برنامه و فرصت و فضا را فراهم نموده است تا گفتگویی و بحثی در یکی از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی شکل بگیرد و همچنین به شنوندگان و بینندگان، خواهران و برادران، حاضران و غایبان این برنامه عرض سلام، ادب و خسته نباشید دارم و از خدای متعال رحمت و غفران همیشگیش را بر همگان در این ایام می طلبم و امیدواریم که رفتار ما و حرکت ما و گفتار ما اولا مورد رضایت خدای متعال قرار بگیرد و ثانیاً برای جامعه انسانی و اسلامی راهگشا و مفید واقع بشود در خدمت. انشاءالله. بسیار ممنونم. موضوع بسیار مهمی هست جناب استاد، بحث توسعه. و در برنامه های گذشته اونچنان که خاطر بینندگان عزیز هم هست، مفهوم توسعه رو بیان کردید، مفاهیم متعددی که اون چیزی که لب مطلب بود و نتیجه این شد که توسعه یک حق است و این حق متعلق به تمام افراد جهان هست، نه به نهادها، سازمانها، کشورهای خاص، بلکه حق جدا ناپذیر و لاینفک تمامی افراد هست که از کالاها و خدمات جهانی بتوانند استفاده کنند. و اما اشاره کردید که کسانی هستند مخالف این نظر که توسعه یک حق است و او را حق نمی دانند
و برای این مطلب و ادعای خود یک سری سوالات و چالش ها و دلایلی رو هم مطرح کردن که در برنامه گذشته سوال اول و یا چالش اول رو مطرح فرمودید، اگر اشتباه نکنم این مطلب بود که توسعه حق نیست، به دلیل اینکه هر حقی را ما باید بتوانیم از طریق قانون گذاری تأمین کنیم و توسعه قابل تأمین از طریق جعل قوانین نیست و لذا حق بوده نمیتواند. اگر این چالش را میخواهید پرورش بدهید و یا پاسخ کامل به این بدهید، ما از زبان شما میشنویم. در جلسه گذشته بحثایی که انجام گرفت ما به اینجا رسیدیم که معنا و تعریف از توسعه ارائه شد و من در یک جنبندی نهایی تصویر و تعریف و معنایی که برای توسعه از همه این تعریف استیاد و استخراج کردم این بود که توسعه حق بشری، قابلیت، پرورش و گسترش شه قابلیت ها، توانایی ها و استعداد های همه آدمیان برای برآوردن ضروریات، نیازمندی ها و آنچه که موجب خیر و خوبی و خوشایندی زندگی برای آدمیان می شود و همچنین ارتقای مستمر کیفیت زندگی و بهسازی ابعاد گوناگون حیات بشری است. در باب اینکه توسعه حق است یا حق نیست و اگر حق است از چه نوع حق به شمار میره، جزء حقوق عادی یا حقوق بشری، پرسش ها و به گونه چالش های متعددی مطرح شده، یعنی نه تنها از سوی سیاست پیشگان بلکه در جوامع آکادمیک هم این بحث مطرح شده و پاره از پرسش ها و چالش ها چالش های استخواندار و محکم و علمی است و طبعا برخی و پاره از این پرسش ها و چالش ها از لحاظ علمی مایه های خیلی قوی نخواهد داشت، ولی در مجموع وقتی ما نگاه میکنیم نمیتوانیم از کنار اینها بگذاریم و تحلیل و تبیین این چالش ها به نظر بسیار مهم هست و باید به اون پرداخته بشه و بحث است که کمتر معمولا در جوامع عمومی بهش نگاه شده. گفتیم یکی از اولین پرسش و چالش این است که گفتن توسعه حق نیست. حالا صحبت به این پسوند بشری و یا غیر بشریش فعلا نداره، این جزء حقوق بشر فعلا، چون یکی از چالش ها و یکی از پرسش ها یا وقتی میگیم یکی، یک محور از چالش و پرسش در باب یا فراروی توسعه به عنوان حق این است که خب حالا اگر از این عقبه و از این مانع عبور کردید که ثابت شد توسعه حق است، میگیم حق عادی است و حقوق بشری نیست. اینو میگذاریم برای جلساتی که اگر عمر بود بهش به تدریج خواهیم رسید. اما نخست چالشی که در محور اولی مطرح است این است، میگه از بون حق نیست، یک توصیه، یک در نهایتش یک بخشش است، عطایی است که ممکن است داده بشه برای انسان ها. اما خب اینا طبیعتاً برای این مدعای خودشان دلایلی ذکر کردند که در واقع این دلایل برای این مدعا در سیمای پرسش و چالش برای کسانی که از موضع حق به توسعه می نگرن و توسعه را به عنوان یک حق می دانن نمایان می گردد. اولین پرسش این بود که گفتم خب توسعه حق نیست. چرا؟ چون میگه ما توسعه را نمی توانیم یا در قالب قانون قابل تأمین نیست، تأمین نمیشه. درست. این یک پرسش بود. خب طبیعتا این پرسش و یا این دلیل را اگر ما بخواییم کالبد شکافی بکنیم بایستی اینطوری نگاه بکنیم، میشم به تعبیر طلبگی هم پرسش حلی داد و پاسخ حلی گفت و هم نقضی. بله. اولا ببینید ما وقتی که سخن از حقوق میبریم یک سری حقوق قانونی است، به این معنا که قوانین به ویژه قوانین دست ساخته بشری، قوانین موضوعه در مقیاس ملی و یا بین المللی از طرف مراکز و مراجع قانونگذار مثل مجلس نهاد قانونگذاری
این هم این یک سری مطالبات و مدعیات و یک سری واقعیات ها و پیده ها را به عنوان حق معرفی میکنن و جعل قانون میکنن و در چارچوب قانون به عنوان حق میشناسن که تعهدات و تکالیف هم در مقابل اون برای دیگران ایجاد میشه. مثل بسیار از حقوق مدنی، حقوق بله. شهروندی. فرق حقوق مدنی، حقوق کیفری در حوزه‌های مختلف. این خب بعضی نام میگن حقوق قانونی. یعنی حقوقی که برآمده از قانون، یعنی تا زمانی که به صورت یک قانون در نیاد یا قانون اون رو به عنوان حق نشناسه نمیگن به عنوان حق. این مجموعه رو میگن حقوق قانونی. اما یک سری حقوقی است که میگن حقوق فراقانونی. فراقانون به این معناست که این حقوق یک سری ماهیت و ویژگی داره که اراده قانونگذار در تعیین و ترسیم ماهیتش که حق هست یا حق نیست دخالت نداره، فراتر از اراده قانونگذار به جهت اون مبانی و ریشه های اصلیش. حق توسعه در واقع از شماری، مثلا حق حیات، حالا چه قانونگذار حق بدانن یا حق ندانن، حق انسانیه. بله. آزادی این گونه، کرامت این گونه، صیانت از ذات این گونه، حق تعیین سرنوشت، بالاخره این حالت ها را داره که یک سری حقوقی است پایه و بنیادین و سرچشمه در فطرت و طبیعت آدمیان داره. به صورت غلیظتر و عمیق‌تر این از یعنی سرچشمه در فطرت و طبیعت آدمیان داره، یا سرچشمه در وجدان و اراده عمومی جمعی جامعه داره، یا مصلحت‌های پایه در جامعه اقتضا میکنه که این حقوق باشه. پس بنابراین این نوع حقوق، حقوقی است که مربوط به اراده قانونگذار نیست و ما منتظر بنشینیم که در مجلس قانونگذاری در قواره های ملی یا در قامت های بین المللی این را حق بدادن، قانون جعل بشه و بعد بگن حق است یا نیست. حق توسعه چون یکی از نسل سوم حقوق بشر هست، جز حقوق پایم هست، بنابراین حق فراقانونی است. قبل از اینه که حق قانونی بشه یا به شکل حق قانونی در بیاد، این نوع حقوق در واقع که میگیم حق فراقانونی، در واقع پشتوانه و مبنای برای حقوق موضوع قرار میگیره. درست. این جایگاه داره. پس بنابراین که شما میگیم که توسعه در قالب یا به صورت قانون تأمین نمیشه، شما ممکن است اینه بر فرض که بپذیریم مخصوص یا در حوزه و در قلمرو قوانین حقوق موضوعه ممکن است این بس مطرح بشه و تا حدود بشه دنبالش کرد، اما در قلمرو و نسبت به حقوق فراقانونی یا حقوقی که عرض کردم ریشه در فطرت و وجدان و طبیعت آدمیان و ضروریات زندگی و حیات بشری داره که ارتباط به قانون، قبل از اینه که قانونم جعل بشه خودش حقوقه و پشتوانه و مبنا برای قوانین موضوع میشه. یعنی جناب استاد همونطور که انسان ها حق آزادی دارند، حق حیات دارند، حق عزت و کرامت و بزرگواری دارند و هیچ نیازی نیست که قانون اینها را برایشان جعل کنه، بله؟ حق توسعه هم دارند، حق پیشرفت، بهتر شدن، استفاده از تمام امکانات، بله؟ و ظرفیت ها، این هم چیزی است که لخره. چون حقوق توسعه عرض کردم برخلاف پیشترم تعریف کردم در بر حسب اسناد بین المللی و در اندیشه های حقوقی و از منظر علوم سیاسی اجتماعی اقتصادی هم که ترسیم کردیم، حق توسعه یک حق جمعی است. بله. صاحبان این حق بعداً هم بیان خواهیم کرد تنها افراد نیست، جامعه است، دولت است، نهادها است، سازمان هاست و در به معنای بسیار دقیقش انسانه. انسانه که اگر بخوایم وقتی در عالم عینیت این رو بشکافیم و سفرش رو پهن بکنیم، در قالب افراد، نهادهای حقوقی، سازمانها، جامعه بین الملل، دولت و امثال اینها نمود پیدا میکنه. اون انسان در واقع موضوع اساسی این حق توسعه است، یک حق جمعی، ماهیت جمعی داره. درست. علتش این است که باش مخالفت میکنه. بنابراین این یکی از پاسخ‌ها رو که میشه در مقابل این پرسش گذاشته. ثانیاً ما خیلی از حقوق داریم. سه، خیلی از مطالبات وجود داره در جامعه بشر، چی در کشورهای پیشرفته و چی در کشورهای رو به توسعه و در کشورهای عقب مانده، که از لحاظ قانون اون رو حق دانستن،
اما تأمین نشده. مثلا آموزش، کار، اشتغال، سلامت، رفاه جزء حقوق است که خیلی پذیرفتن در قوانین بین المللی و قوانین ملی به صورت قانونی در آمده، جزء حقوق قانونی هم شده. مگم آیا همگان، همه افراد، همه ملت ها، همه طبقات، همه اصناف از این حق بهرمند تأمین ساخته؟ نه متأسفانه. پس بنابراین وقت ما میگیم یک مطالبه، یک ادعا، یک استحقاق تبدیل به حق بشه و حق قانونی بشه و بعد بگیم ضرورتاً باید از طریق قانون تأمین بشه، بله، این به این معناست که حق بودن و نبودن، حق دانستن و نادانستنش را گره بزنیم و بگیم در گروه این است که قانون را عملی بسازه. این چنین واقعیت های زیست این را نمیگه. بله. گذشته از این، صرف این که یک مطالبه، یک واقعیت، یک امتیازی، یک استحقاق به صورت حق در بیاد، قانونمون را حق دانسته. عملیاتی سازی قانون، اجرا سازی قانون به صرف اینه که یک توسعه یا مفاهیم یا ارزش‌های دیگر به عنوان حق قانون در بیاد برابر با تأمینش. برای تأمین اون که به صورت عملیاتی در بیاد، در کنار جعل خود قانون و وضع قانون، نوع قانون مهمه. توجه به شرایط فرهنگی، زیستی و روانی لازمه. زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باید برایش فراهم بشه. ضمانت اجرا باید باشه. ضمانت اجرا چی مدنی و چی کیفری، نحوه تدوینش و قابلیتش و کارآمدیش مهمه. آیین دادرسی مهمه. شما برای این که یک امر را به صورت قانون در میارید از مجلس گذشت، این کافی نیست برای تأمینش، برای اجرایی شدنش. چندین تا مؤلفه و عناصر دیگر که عرض کردم لازم است که این پدیده به صورت یک قانون عملیاتی در بیاد، محتوای قانون به صورت عملیاتی در بیاد. درست. پس بنابراین این که ما بگیم چون حق توسعه است به صورت حق نیست، چرا؟ چون از طریق قانون تأمین نمیشه. خب بله، خیلی چیزها را اگه صرف قانون باشه، اقدامات، ساختار، سیاست و شرایط و محیط خاص برای عملیات سازی و اجرایش فراهم نشه، به نوع قانونگذاری توجه نشه، ضمانت اجراهاش لحاظ نشه، خب طبیعتاً عملی نخواهد شد. آیا میشه بعد گفت که حق نیست؟ آزادی حق آدمیانه، کرامت حق آدمیانه، رفاه حق آدمیانه، درسته؟ بله. آموزش حق آدمیانه. حالا اگر در قانون هم آمد اینا، هیچ کس مثلا دو سوم جمعیت به آب آشامیدنی دسترسی نداشتن، فرصت لازم برای فراگیری آموزش و آگاهی و دانش نداشتن، خب میشه بگید که آقا پس اینه باید از قانون حذف کرد، به عنوان یک حق حذف کرد. چرا؟ چون از طریق ما قانون وضع کردیم، تأمین نشده. خیلی حرف منطقی بود، قابل دفاع از این زاویه نمیشه باشه. از سوی دیگر وقت ما مهم این است که یک چیز رو به عنوان حق میپنداریم و این رویکرد نسبت به اون داریم که این حق است، خود این سبب میشه که ما را و جامعه را یک گام نزدیک کنه به این که قانون وضع بشه. خب ما برای وضع قانون باید یک پشتوانه داشته باشیم، یک دلیلی داشته باشیم. وقتی شما نگاه حقمندانه به انسان دارید و نگاه حقمندانه به یک سری ارزش ها دارید، به یک سری مطالبات دارید و خواست ها دارید، اگر اون مطالبات و خواست ها را بگید حق، این سبب میشه جامعه ره، نهادهای قانونگذار ره، مدیران کلان جامعه ره کمک میکنه و یاری میکنه که فرایند قانونگذاری نسبت به این سرعت بگیره و قانونگذاری طور انجام بشه که میزان اجرایی شدن این بیشتر و بهتر بشه. پس بنابراین این سوال و چالش، چالش خیلی چالش استوار نیست. گذشته از این که حق توسعه در آغاز راه است، یک حق جدیدی است، تجربه زیستی و اجتماعی در مقیاس ملی و بین المللی هنوز به عنوان حق در این خصوص وجود نداره. ما در گذشته هم داشتیم، شما خیلی از حقوقی در میثاق‌های بین المللی اجتماعی اقتصادی
مطرح شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده. شما الان این دو تا میثاق با اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور حقوق بشر تشکیل میشه، یک قانون اساسی در حوزه قلمرو حقوق بشر درست و الزام آور هم هست. خب وقتی ما به این نگاه میکنیم، همین محتوای که در اینها وجود داره، مطالباتی که در اینها به عنوان حق وجود داره، همه اینها را اگر ما بیایم کنار هم در یک ارتباط قرار بدیم، چیزی از درون این در میاد تحت عنوان حق توسعه. هم وقتی شما بشکافید مؤلفه ها و در واقع سازه های اصلی حق توسعه همون چیزهایی است که در این دو تا اعلامیه مطرح است و در بسیاری از آموزه ها و ارزش های دینی هم که بعداً بیان خواهیم کرد مطرح شده. اتفاقاً می‌خواستم همین را یک پرسان کنم از شما جناب استاد، که آیا ما نمونه عینی و عملی در برخی از کشورها داریم یا در نهادهای بین المللی مثل سازمانهای بین المللی که در پاسخ همین سوال و چالش که برای توسعه یک سری قوانینی رو وضع کرده باشن، بله، با نام همین توسعه یا اینکه نه به شکل دیگری، ولی خب وقتی میشه کافیم از دلش همین بحث توسعه تمام کشورها، یعنی قوانین برنامه های توسعه در ایران هم شما میبینید برنامه ششم توسعه، پنجم توسعه، در خیلی از کشورها سیاست ها برنامه ها به سمت برای توسعه برنامه دارن، سیاست گذاری کردن، قوانین دارن، قوانین بسیار مفصله. درسته. یعنی شما هیچ کشور پیشرفته یا در حال پیشرفت را نمیبینید که بدون داشتن یک برنامه سیاست گذاری، هدف گذاری، قوانین بتونن توسعه را عملی کنن، عملی بسازن، به انجام برسانن. خیلی پس استاد این رو برای خود به عنوان یک حق در نظر گرفتن که ما حق توسعه داریم و برای قانون وضع میکنیم، بودجه وضع میکنیم. بله. درست. یعنی میشه همچون چیزی در نظر یک، اگر شما بگید یک توسعه، یک امتیاز، یک بخشش از آقا دادالا میگذره، خب این تعهد و تکلیف و مسئولیت در قبالش وجود نخواهد داشت. درست. اما شما میبینید که تمام دولت ها نسبت به ملتش، نسبت به آینده کشورش یک تعهد و تکالیف الزام آور به اصطلاح بالادستی دارن که خیلی چیزها را ذیل اون ترسیم و تعیین و تفسیر میکنن. درست. پس بنابراین از این زاویه هم میشه نگاه کرد به این چالش، پاسخ گفت که توسعه یک حق است که در آغاز راست زمان برمی‌دارد که بشود به صورت یک قانون در بیاد و این قانون جنبه عملیاتی پیدا بکند. درست. چنان که بسیاری از حقوقی گفتیم در این اسناد معتبر بین المللی مطرح شده، اینا زمان برده که تبدیل به قانون شده، قوانین برایشان وضع شده و کشورها بر اساس اون قانون برنامه ها و سیاست های توسعه خودش را تعیین و ترسیم کرده به صورت مدت دار. پس بنابراین این چالش به نظر چالش خیلی قوی و محکمی نیست. قوی و محکمی نیست. یعنی چالش بوده، خب حالا ما نمیگیم بایستی به عنوان یک چالش و پرسش تا حدود کلیدی نگاه کرد، ولی خب قابل پاسخ گفتنه. یعنی با این تحلیل و تبیین میشه این پاسخ و پرسش و چالش رو پاسخ گفت. بسیار ممنون. از شما یک اجازه میخواییم که استراحتی داشته باشید، انشالله بینندگان عزیز هم میان برنامه رو ببینند و برگردیم با ادامه برنامه مصباح الهدی در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. بزرگی میگفت که حسین علیه السلام بیشتر از آب تشنه لبیک بود، اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بیابی نامیدند. آنهایی که رفتند کار حسینی کردند و آنهایی که ماندند باید کار زینبی بکنند وگرنه یزیدی هستند. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. قال علي بن الحسين عليه السلام رحم الله العباس فلقد آثر و أبلى وفدي أخاه بنفسه
حتی قطعت یدا و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. خداوند رحمت کند ابوالفضل العباس را که بی تردید جانبازی کرد و خود را فدای برادر کرد تا دو دستش قطع شد. برای عباس نزد خدای تبارک و تعالی مقامی است که در قیامت همه شهدا و اولین و آخرین بدان رشک می برند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. با کمال افتخار در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم با برنامه مصباح الهدا به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی. گفتگو میکردیم با کارشناس محترم برنامه جناب استاد مصباح و موضوع توسعه از منظر فقهی و حقوقی. جناب استاد صحبت شد و بیان شد که توسعه را حق نمی دانند، با اینکه ادعا این هست که توسعه از جمله حقوق اولیه بشری هست، ولی کسانی هستند که مخالفت می کنند با این مفهوم توسعه و او را حق نمی دانند. سوالات و چالش هایی را مطرح کردند. چالش اول بیان شد و اما چالش بعدی چه هست و پاسخ او چه می تواند باشد؟ چالش دیگری که یا پرسش دیگری که مطرح شده در باب توسعه به عنوان حق، که کسانی که این حق می دانن دفاع می کنن، اونا دفاع باید بکنن، یعنی تحلیل بکنن دلائل و مدعیات. کسانی که توسعه را حق نمی دانن، من دلیلشان را پیشترم عرض کردم، در واقع میشه این دلیلش را به عنوان یک پرسش و چالش نام برد. چالش و پرسش دیگر در این باب اینه که میگن توسعه یک پدیده مدرنه. وقت پدیده مدرنه خواستگاهش که قلمرو و مدنیت مدرنه، پس باید برید زربین بگیرید، عینک بزنید، جستجو بکنید که تو این قلمرو تمدنی مدرن آیا چیزی تحت عنوان حق توسعه است یا نه. شما اونجا میرید میبینید که حق آزادی هست، حق کرامت هست، حق آموزش هست و این ها. حقوق وقتی میخواید جستجو بکنید پیدا میکنید تو این قدم رو. میگه هر قدر جستجو بکنید تو این خواستگاهش چیزی با عنوان نه حق توسعه دیده نمیشه. چگونه ممکن است یک امری که یا یک ادعا و مطالبه ای که ماهیت مدرن داره، درسته؟ ماهیت مدرن داره در خود جوامع مدرن و در قلمرو که مربوط به تمدن مدرن هست، شما این رو نمیتونید پیدا بکنید. یعنی به عنوان حق هنوز کسی نشناخت. خب اینه، اگر ما بخوایم پاسخ بگیم، اولا من از اخیر شروع میکنم که حق توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر خواستگاهش کشورهای مدرن یا فرهنگ مدرن نیست. حق توسعه خواستگاهش کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، در واقع شرق این جغرافیای زیستی بشریه. همونطوری که نسل اول را میگن خواستگاهش کشورهای اروپایی بود و نظامهای لیبرال، نسل دوم حقوق بشر که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بازتابیده کشورهای سوسیالیستی بود و نظامهای کمونیستی مارکسیستی کمونیستی، نسل سوم حقوق بشر که یکی از مهمترینشان حق بر توسعه یا حق توسعه است، چون نسل سوم حقوق بشر که از او به حقوق هم بستگی میاد میکنه، شامل حق ارتباطات است، کمک های بشر دوستانه، صلح هست، محیط زیست سالم و پایدار، میراث مشترک بشریت، حق بر توسعه. اینا جز حقوق نسل سوم. اینا معمولا خواستگاهش مطالبهش از سوی کشورهای شرقی انجام گرفت.
پس اولین دلیل یا اولین پاسخ که میشه گفت اینه. در حقیقت کبرای قضیه رو شما قبول ندارید. بله. فرمایند خواستگاهش مدرنه. یعنی در دنیای مدرن مطرح شده. ما از طرف کی مطالبه شد؟ از طرف قلمروی که به نام مدنیت شرق یا جوامع شرقی یا کشورهای در حال توسعه اسم میبریم. بله. راز یکی از مخالفت هایی که تلاش کردن در یک مقطع که این به عنوان حق توسعه شناخته نشه نسبت به نسل دوم سوم، این مخالفت ها شد. این از زمانی که به عنوان حق مطرح شد چندین سال طول کشید تا به صورت قانونی در آمد و پذیرفته شد. حق توسعه هم این است، من احساس میکنیم این بازی زمانیش کوتاه‌تر شده که الان پذیرفته شد، که الان بعداً بیان میکنیم که دیگه الان حق توسعه از لحاظ بین المللی و در اسناد معتبر بین المللی به عنوان یک حق بشری کاملا شناخته شده، جزء حقوق بشر و حقوق پایه است که الان بعداً بیان خواهیم کرد. این اولا. و ثانیاً هرگاه هر پدیده در غرب نبود، آیا این منافات داره؟ عقلاً چه تلازم عقلی، اخلاقی، منطقی، وجودی و عملیاتی بین این وجود داره که اگر چیز در جامعه غرب یا در فرهنگ مدرن وجود نداشه با عنوان یک حق شناخته نشد، اون حق نیست؟ هیچ تلازم عقلی، منطقی، علمی، عملیاتی، راهبردی بین این دوتا ما نمیبینیم. درست. خیلی چیزا در غرب نیست ولی حقه. پس هیچ تلازم این نیست که ما بیمونه به عنوان یک مبنا و دلیل مطرح بکنیم بگیم چون ما رفتیم در غرب دیدیم، خود غربی ها چون پدیده مدرن است اونها به عنوان حق توسعه را نپذیرفتن و نشناختن و قبول نکردن، پس نباید حق باشه. نه، بین حق دانستن و حق بودن یا مسیری که یک مطالبه و ادعا را به عنوان حق میشناسد و میپذیرد و میداند با این که در جامعه مدرن و در قلمرو و مدنیت مدرن باشه تلازم وجود ندارد. ندارد. چه بسا کشورهای مدرن این را برخلاف بله منفعت خود ببینند که کشورهای جهان سوم بخواهند حق توسعه را برای خود قائل باشند و به توسعه برسند و چه بسا از ما پیشی بگیرند. قهرن. و ثانیاً حق دانستن و حق بودن، پیشترم عرض کردم که مربوط میشه به اون مبانیش. بله. مربوط میشه به ریشش. حق توسعه از اون حقوق است که بر بنیاد یا بر قرارگاه های استوار است که همزاد بشریت، همزاد انسانه. حق توسعه بر بنیاد فطرت و طبیعت آدمیانه. مبنا و ریشش اراده و وجدان عمومی است. ریشش صیانت ازاده. درست. کرامت آدمیانه. مصلحت عمومی بشری است. مساله عمومی بشریه. اینها مبانی و اصول است که حق بر توسعه بر اونها بنیاد گذاشته شده و اینا امور است که همزاد انسانه، چه در شرق چه در غرب، سیاه سفید، زن مرد، پیر جوان، پیشرفته پسرفته، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. هر جا انسان چه در قالب فردی و چه در سیمای جمعی، نهادها، سازمان، دولت، جامعه بین المللی دولت ها وجود داشت، چیزی تحت عنوان حق بر توسعه با او هست. درست. اینجا پس قلمرو جغرافیایی یا یک نظام فکری، تعلقات قومی، نژادی و امثال اینا هیچ دخالت و مدخلیت در حق بودن و حق دانستن این گونه پدیده ها نداره. استاد، یک نکته رو سوال مطرح شده است. بله. برای بنده که شما چند مرتبه تکرار کردید که خواستگاه توسعه به عنوان نسل سوم از حقوق، خواستگاهش حقوق بشر خواستگاه شرق است و نه خواستگاه غرب، و اشاره کردید به حقوق اولیه، حقوق نسل اول، نسل سوم. خب برای همگان واضح و مبرهن است وقتی حقوق نسل اول مطرح شد توسط غربی ها و مطالبه شد، اما اون حقوق هم نمیتونن بگن چون از طرف غرب مطالبه شد پس بله. حق مخصوص غربی هست. نه، حق درست. انسانیه. بله. نه، مطالبه این که به عنوان یک حق مطرح کردن، پیگیری کردن. بله. تبدیل به یک همین. حق قانونی هم شد،
حقوق نسل دومم. من بگیم چون مطالبهش پیگیریش از سوی کشورهای سوسیالیستی شده، پس حق جوان غربی هم حق ندارن و کشورهای دیگه هم چه چیزی. سوال همینجاست که چون اونها مطالبه گری کردن، اونها دفعه اول مطرح کردن و به دنبال این حقوق رفتن و لذا یک مکتبی را پایه‌گذاری کردن با نام مکتب سکولاریسم، یا اون مکتبی که مد نظر خودشان بود و به ظاهر به پیشرفت‌هایی هم رسیدن. و اما حقوق نسل دوم باز فرمودید از طرف سوسیالیست، از طرف کمونیست‌ها، کشورهای شرقی مطرح شد و باز اینها هم یک انقلابی به پا کردند و خب نزدیک بود که این تفکر کمونیست سراسر جهان رو بگیرد و جنگ‌هایی که به وجود آمد و همگان در جریان هستند. و اما این نسل سوم حقوق که خاستگاه شرق هست و کشورهای مظلوم، کشورهایی که به اصطلاح عقب افتاده هستند، اینها وقتی این حق رو مطالبه میکنند، آیا به این معنا هست که مکتب جدیدی به وجود آمده است و انقلاب جدیدی قرار است در این کشورها رخ بدهد و ما باید در آینده به دنبال این باشیم که یک روش فکری جدید در جهان حاکم بشود از طریق این مبنا و منظر؟ به عنوان نسل سوم حقوق بشر دارای مختصات و ویژگی های خودش است، میگه نسل جدید است. چون صاحبان این حق و مسئولین و متعهدین و مکلفین حق تا حدود با صاحبان حق در صاحبان حق در نسل اول و نسل دوم و همچنین مسئولین و متعهدینش یک تفاوتی داره. درست. و طبعاً ضمانت اجرای کیفری و غیر کیفری هم که اجرا میشه متفاوت. به این معنی میتونیم گفت که نسل سوم حقوق بشر یعنی در واقع نسل تکامل یافته تر از دو تا نسل قبلیه. و این که چرا در مقاطع این حقوق در واقع خود را نمایان میکنه برمیگرده به اون فرایند تکامل زیستی آدمیان. بله. شما میبینید خود توسعه مراحل اولیش صحبت از توسعه اقتصادی بود. بله. کمیت های مادی مطرح بود. آساسا که جوامع به سمت توسعه اقتصادی گام برداشتن، این فرایند تا حدود مهیا ساختن و این به انجام رسید، بعد از توسعه اقتصادی مرحله دیگری که شکل میگیره توسعه سیاسیه. یا بعضی ها توسعه سیاسی رو جلوتر میدانن، فرهنگی و اقتصادی رو پس از اون روی هم رفته. شما وقتی میبینید توسعه سیاسیه یا بعدش توسعه اقتصادیه بنابر یک روی کرد، بنابر روی کرده دیگر، اول توسعه اقتصادیه بعد توسعه سیاسیه، بعد از اینا توسعه فرهنگی اجتماعی مطرح میشه و بعد از توسعه اجتماعی فرهنگی میایم به توسعه انسانی و در توسعه انسانی مسئله مقوله توسعه پایدار مطرح میشه که ما الان در اون مطرح قرار داریم. اینها برمیگرده به اون مراحل مختلف تکاملی بشر از لحاظ ذهنی و زیستی. درست. و در هر مرحله یک نیازها و ضرورتها متناسب با ساختار و سطح امکاناتی که در جامعه وجود داره و رشد فکری و ذهنی که جامعه به اون رسیده و مطالبات و نیازمندی‌ها و ضروریاتی که به حسب واقعیت‌های اجتماعی در جامعه شکل میگیره، حقوق هم این شکلی بیرون میاد. پس بنابراین این فرایند تکاملی است، ارتباط به غرب و شرق و امثال اینها نداره. ممکنه در یک جای به دلایل مختلف زودتر خود را نشان بده این ضروریات خود. مثلا شما یک جامعه را فرض بکنید که فعلا درگیر جنگ و تنش و بدبختی، اولین چیزی که فعلا برای اونها به عنوان یک ضرورت است امنیت و صلح. مسئله آموزش، رفاه، نمیدونم تفریح، حق متفاوت بودن و امثال اینا آهسته آهسته خود را نشان میده. اون تفکرات مازلوس که نیازها رو وقتی طبقه بندی میکنه، نیازهای مادی اول خود را نشان، بعد از اینی که نیازهای مادی آدمیان چی در قالب یک فرد چی در قالب یک جامعه و در سطح جامعه بین الملل نیازهای مادی تأمین شد، اون وقت میبینید که فرد دنبال نیازهای فراتر از نیازهای مادیه. بله. نسلهای نیازها رو به صورت تدریجی دنبال میکنه. مسئله فرصت مثلا تفریح، مسئله نیازهای معنوی. خب اگر یک فرد رو لحاظ بکنید که درگیر برآوردن نیازهای اولیه است از قبیل خوراک، پوشاک، اینا دارو، فرصت برایش هست که به سایر نیازهای فکری، معنوی و اخلاقی خودش بیاندیشه، هست در وجود آدم. این ریشه این مطالبات در درون ساختار وجودی همه آدمیانه. به همین جهت هم است که
در مقام برآورده شدن و سربرون کردن، وقت نیازهای اولیه تأمین میشه، اون وقت نیازهای بعدی خود را نمایان میکنه، صداش بلند میشه که باید اینها تأمین بشه. اصلا من منظورم این بود که این حقوق که فرمودید، حقوق نسل اول نسل دوم، همراه با یک انقلابهایی در جهان بود، همراه با یک دگرگونیهای کلانی بود. آیا این نسل سوم حقوق هم نیازمند همچین انقلابی هست، یا اینکه مکتب جدیدی، فرهنگ جدیدی ایجاد بشه، یا اینکه نمی‌فرمایید که به مرور زمان کم کم این قرار است که اتفاق بیفتد، این تکامل تدریجی و معنوی؟ دقیقاً منظور شما رو نفهمیدم از این که نسل سوم انقلابی ایجاد بکنه. یعنی خواستگاه یک کشور خاصی باشد، یک جای مکان خاصی؟ قهرن خواستگاه یک کشور خاصی نیست، ممکنه مطالبهش در یک جغرافیای خاص شکل بگیره. مثلا شما امروز اگر نسل اول حقوق بشر که جزء حقوق سیاسی است مطالبهش در غرب انجام گرفت، در نظام‌های لیبرال انجام گرفت، مثل آزادی، مشارکت، مسئولیت پذیری، الان امروز کشورهای دیگر دنبال این نیست، محبوس و محصور در جوامع غربی مانده، یا حقوق اقتصادی اجتماعی مثل حق درآمد، کار، شغل، رفاه، سلامت و امثال اینها که حالا مطالبه گویا از اون طرف در این قلم رو انجام گرفته، کشورهای متمدن غربی یا جوامع غربی یا کشورهایی که نظامهای لیبرال دارن اینها دنبال مطالبهش نیستن. از کشورهای شرقی چی دیگه، آنان که نظام دینی دارن و چی آنان که نظام غیر دینی دارن، چی اونایی که نظامشون از گونه اسلامیست یا غیر اسلامیست، جز کشورهایی است که در حال توسعه است یا توسعه نیافته. خب به مو اندازه که مطالبه دارن اون نسل را، نسل اول دوم را، نسل سوم چون نسل سوم تازه سر برون کرده و با تأمین نسل سوم هر دو نسل همزمان تأمین میشه، خب چی بهتر که ما نسل سوم مطالبه بکنیم. نسل سوم حقوق بشر بدون تردید همونطوره که در تعریفش بیان خواهد شد و در اعلامیه حق بر توسعه که در سال 1986 از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرا به تصویب رسید به عنوان حق بشری، درست، حق بنیادی بشری، مستلزم و برابر است با ساختارها و محیط بین المللی و ملی که حقوق بشر برای همگان تأمین بشه و از این طریق جوامع به توسعه و لایه‌های مختلف توسعه دست پیدا بکنند. پس با سر برآوردن نسل سوم حقوق بشر که از اون به حقوق همبستگی یاد میشه، بدون تردید ما شاهد تغییر در ساختارها خواهیم بود و محیط در مقیاس‌های بین المللی و در مقیاس‌های ملی هستیم، و اگر این ساختار عوض نشه طبیعتاً نسل سوم حقوق بشر تأمین نخواهد شد. حالا کیا پیشگام خواهد بود؟ کدام نظام فکری و ایدئولوژیکی همسو با این بود؟ باید الان یک آوردگاهی است، یک فضا و میدان است برای رقابت، هر کسی که ادعا داره که آدرسش، منبعش، نظامش، حالا چی دین هست، وحی است، مکتب‌های بشری است، بهترین فرصت است که بتونن نظام فکری و ایدئولوژیکی ارائه کنن که در واقع به طور بهینه این نسل سوم حقوق بشر مدیریت بکنن و ساخت، مهمتر از اون ساختار، محیط و ساختارهای اجتماعی رو در مقیاس‌های ملی و بین المللی ایجاد بکنن که این حقوق نسل سوم بشر که مجموعه از حقوق را در خودش داره یا با عنوان یک مبنا و پشتوانه برای این دیگر حقوق ها هست، در واقع در این ساختار همه این حقوق تأمین بشه و از طریق تأمین حقوق اساسی بشری هر یکی از جوامع در یک سهم عادلانه و متناسب بتوانند لایه ها و گونه های مختلف توسعه را که همسوی با ساختارهای فرهنگی اجتماعی خودشان هست محقق بسازه، و این نیازمند به ایجاد ساختار جدید قهرن. بله، ما امیدواریم جناب استاد که کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی پیشگام باشند در این زمینه. بله. و این انقلاب بزرگ را به وجود بیارن. جناب استاد، با توجه به این که حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، از شما می‌خوایم که مباحث رو یک جمع‌بندی بفرمایید یا همین بحث رو جمع کنید ان شاءالله. بله، گفتیم که اگر آقایون آمدن گفتن که پدیده مدرن هست و بالاخره در جای مدرن ما نمی‌بینیم، من به این پاسخ گفتم. یکی از پاسخ‌های دیگه‌ش از میتونه این شکلی گفت که پاسخ نقضی که ما خیلی از پدیده‌های توسعه را
شاید برای بعضی ها خیلی خوشایند و یا مقبول نیفتد، ما در 5000 سال قبل هم داشتیم. یعنی شما وقتی میگید پدیده مدرن، یک بار شما مدرنیزم را شکل دنبالش هستید که الیمنت ها و عناصر مدرنیزم سکولاریزم، عقلگرایی، اومانیزم و مؤلفه های غیر فکریش را صنعتی شدن، ماشینیزم و نظامیگریه. شما وقتی میگید پدیده مدرن، این مدرنیزاسیونه. زندگی شهری با در واقع کانالایزه شدن آبش، روشناییش، صنعتش میشه گفت که اینا رو پیدا. شما یعنی در این زمینه منابع وجود داره، تحقیقات انجام گرفته که در مدنیت روم، هند، مصر قدیم، حتی چین، تا حدود 5000 سال پیش اگر ما نگاه بکنیم، شهرنشینی با همین مختصات وجود داشت. خب این خیلی دیگه نمیشه که شما همه شهر بیدی بگید پدیده آقای پدیده مدرنه. بله. نباید، چون ما در جامعه مدرن چیز تحت اون نقد تواصل نیدیم پس حق نیست. بنابراین ما وقتی که این مجموعه دلایل را در مقابل این پرسش و چالش قرار میدیم، این چالش هم خیلی یعنی از قوت و قدرت خودش میافتد. پرسش دیگر هم هست که من این را خیلی به اختصار بیان بکنم، اون این است که آمدن گفتن که اگر این توسعه حق است، خب ما الان بعض از کشورها رو داریم که این به عنوان حق نمیشناسن، به عنوان توسعه میشناسن، مثلا خود آمریکا، بله، ژاپن و برخی از کشورها. پس بنابراین اگر حق باشه، خب در مقابل این شما چی میکنید که پاره از کشورها این رو به عنوان حق نمیشناسن؟ و بعدا در یک پرسش دیگرم جنبه علمی که بهش میده، میگه توافق بین المللی نسبت به این نیست. یعنی شما زمان یک ادعا و مطالبه را میتوانید به عنوان یک حق بشناسید و بپذیرید و حق بدانید که توافق بین المللی نسبت به اون وجود داشته باشه. چون وقت کمه، من یک بخشش را بیان میکنم. اولا شما وقت میگید که چند کشور مخالفه، من پیشتر هم عرض کردم حق توسعه جزء حقوق فراقانونیه، بله، بر بنیادهای استوار است که توافق یا به اصطلاح این که دو سه کشور اون رو نمیپذیره لطمه وارد نمیکنه. گذشته از این، اگر ما بخوایم از زاویه توافق بین المللی هم نگاه بکنیم، حق توسعه از سال 1981 داره مطرح میشه در جوامع بین المللی و همینطور در اسناد میاد. سال 1983، بعد در سال 1986 در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه، 146 کشور رأی مثبت میده، 8 کشور رأی ممتنع میده که رأی ممتنع خیلی تأثیر نداره، بله، یک کشور رأی مخالف میده که حق نیست، اونم آمریکایه. وقتی شما میبینید یک پدیده، یک مطالبه با این نوع اجماع و اکثریت آرا تصویب میشه، بعد از اعلام حق بر توسعه که در ماده های 11 12 گانش تمامی ویژگیاش مطرح میشه، از اون بعد جایگاه حقوق خود پیدا میکنه و تمام جوامع به عنوان حق توسعه رو میشناسن. پس مخالفت یک کشور یا دو کشور نمیتواند مانع از حق بودن این مفهوم بالا بلند شد. اولا عرض کردم که حق بودن مسیرش از این نیست که این کشور به حق حقوق مثل حق توسعه ره، درست، حق محیط زیست سالم ره، بله، حق میراث مشترک بشریت ره. یعنی مسیر حق دانستن و حق بودنش از خواست یک کشور و کشور که نمیگذاره، بر بنیادهای استوار که همزاد انسان. حالا از این پایین تر میم، اگر شما منظورتون این است یک چیز زمان حق است که به گونه اکثریتون ره در جامعه بین الملل بپذیره، خب حق بر توسعه کالا در فرصت‌های بعدی به تفصیل بیان خواهیم کرد. حق توسعه بعد از سال 1986 هم در تمامی اسناد بین الملل، اسناد معتبرش، بله، چی در قالب اعلامیه، معاهدات، اجلاس، کنفرانس، برنامه‌های عمل، کارنامه و هوا که ببینید، حتی پیشنهاد میشه به دبیر کل سازمان ملل که در ساختار سازمان ملل یک کانون و نهاد برای پیگیری حق توسعه در سطح جهان اجرا ایجاد شد. همه به یک نحوی پذیرفتن این رو. بله. بسیار ممنونم استاد. چون فرصت تمام هست، از همینجا اکتفا میکنیم و انشالله ادامه مباحث را
وعده ما و شما با دوستان باشد که در انشاءالله شنبه هفته آینده در خدمت شما باشیم و در خدمت هستیم. ممنون از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. از ائمه معصومین نقل است که فرمودن از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش ترک کند و همچنین کسی که دینش را به خاطر دنیایش ترک کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بینندگان عزیز و ارجمند، تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.